درگیری و جدال مهدی طارمی و دراگان اسکوچیچ در نهایت به حذف مهدی طارمی از تیم ملی ایران انجامید و این بازیکن در دو بازی مقابل لبنان و سوریه در آبان 1400 حضور ندارد. اما ماجرا چیست و جدال و درگیری طارمی و اسکوچیچ از کجا شروع شد و علت حذف و خط خوردن مهدی طارمی از تیم ملی ایران چیست؟ تا پایان این ویدیو همراه ما باشید تا ماجرای این ویدیو و حواشی ایجاد شده آن را براتون تعریف کنم. اگر هم به تازگی به جمع ما پیوستید، دعوت میکنم دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا زودتر از بقیه ویدیوهای ما رو تماشا کنید. چندی پیش مهدی طارمی در توییتر خود در کنایه به دراگان اسکوچیچ که مدعی شده بود بازیکنان ایران تاکتیک پذیر نیستند، نوشت: باید عرض کنم بازیکنان ایرانی علاوه بر تکنیک فردی و جنگندگی، از لحاظ دانش فوتبال و تاکتیک خیلی درک بالایی دارند، ولی متاسفانه مشکلات جای دیگری است. حال یک اتفاق افتاده و اسکوچیچ هم تصمیم گرفته تا خط قرمز پررنگی روی نام مهدی طارمی بکشد. فضای مجازی پر شده از اظهار نظرها و خیلی ها پشت طارمی ایستادند و میگویند که او و رفقایش تیم ملی را به این مرحله رسانده‌اند و این اسکوچیچ است که باید از تیم ملی برود. عده دیگری هم هستند که شمشیر را برای طارمی از رو بسته‌اند و از سرمربی تیم ملی دفاع می‌کنند. به عقیده دسته دوم، هر کسی که سرمربی تیم ملی باشد باید جایگاهش به عنوان سرمربی حفظ شود و هیچ بازیکنی حق این را ندارد تا مقابل سرمربی بایستد. خیلی از نظرات احساسی است و خیلی ها هیجانی. بعضی ها منطقی اظهار نظر می کنند و هستند کسانی که قصه را به مسائل باشگاهی و آبی و قرمز ربط می دهند. به نظر شما با توجه به تصمیم اسکوچیچ و حذف مهدی طارمی، نتیجه دو بازی ایران در مقابل لبنان و سوریه چه خواهد شد؟ حتما نظراتتون رو برامون کامنت کنید. اگر این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایکش کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. اگرم کانال ما رو سابسکرایب ندارید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش هم فعال کنید. منتظر ویدیوهای جدیدمون باشید. بدرود.